نتیجه رو به من اطلاع بدید. بفرمایید. چه خبر؟ جناب سرهنگ، با اینکه تمام جاده‌ها در کنترل شدید ماموریت قرار داره، ولی متاسفانه تا این لحظه اثری از اون به دست نیومده. امکان داره با قطار رفته باشه. بله، ممکنه. قطار سری و سیر گرگان تهران تا چند لحظه دیگر وارد ایستگاه می شود. لطفاً توجه فرمایید. خانم سلماز گل محمدی لطفاً به اطلاعات مراجعه فرمایید. خانم سلماز گل محمدی به اطلاعات ایستگاه مراجعه فرمایید. خانم سلماز گل محمدی اطلاعات ایستگاه مراجعه فرمایید. کجا فهمیدن من اینجا هستم؟ نمیدونم. با عرفان برو ببین چی کار دارن. اگه منو ندیدی وعده ما ایستگاه تهران. باشه. به پدرتون؟ عارف بگید ببینم چی گم کردید؟ هیچی. کیفتون رو گم نکردین؟ نه. چرا آقا، چرا گم کردم؟ ناراحت نباشین، پیدا شد. بفر. خدا عمرتون بده آقا، خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. خوش اومدید. آقا دلست بده نباید، دلست بده من دلست بده نباید بعد برو. بابا یکی به یاری من بریشه. آقا شما برو اون طرف، اون جلو برو. ببینم جمون واگن بیش و دو مگه این میشه؟ اون باره بابا تو جلوتره، اون طرف. آقا من قوه نگیرم برم. باشه برو برو. نمیشه هم اینجا برم بیشنم، اگه فرمی میکنی. ای جوانی کجایی که یادت بخیر؟ خدا عمره یکی بگی جوان، خدا عمره بگی. گزارش کرد. مرکز گشتی 19 هستم. ماشین احمد بدون سرنشین نزدیک ایستگاه. حتما با قطار رفتم. منم همین فکر رو میکنم جناب سرهنگ. ۱۰۰
ایستگاه بعدی منتظر. اطاعت شما سلام. سلام جناب صاحب. سلام آمید. خیلی متشکرم. خداحافظ. یه بازرسی معمولیه. خیلی ممنون. خیلی ممنون. حتما دنبال بچه‌ها میگرد. خوابه نمیتونم بلند شم. اگه ممکنه یه لیوان آب برام بیار. باش. سلام. من میرم. اگه همدیگه رو ندیدین تو اسکای تهران منتظرم. باش. باشه. سلام. شب بخیر. یه بازرسی معمولیه. میبخشید بایزه. میل دارم مقتول رو ببینم جناب دکتر. بفرمایید. شما اثری از قاتل پیدا نکردی؟ چرا؟ جناب سرهنگ، با این موها که احتمالاً از قاتل در میان انگشتای مقتول به جا مونده، ما میتونیم به گروه خون و جنسیت قاتل پی ببریم. امیدوارم دکتر هرچه سریعتر. چه خبر؟ قربان، به تمام پاسگاه‌ها و مراکز پلیس راه مشخصات قاتل و ماشینش رو دادیم. ولی تا این لحظه هیچ گزارشی نرسیده قربان. خبر بدی سرکار. اگه نتونیم دستگیرش کنیم نمیدونم جواب فرماندار و رئیس شهربانی و سایر مقامات رو چی بدم. بلند شو پسرم، بلند شو. بابا اومده. بلند چطوری خودتو رسوندی؟ داستانش مفصله، بعدم برات میگم.
مطمئنی که اینجاست؟ نشونش که اینجاست، برگشه رو میبرم. شما ها اینجا باشین، من میرم میپرسن. خیلی خوب. سلام، خسته نباشید. سلام. آقا مناف اینجا کار میکنه؟ بله، اونهاش اونجاست. آقا مناف، برات مهمون اومده. سلام احمد جون، تو کجا؟ اینجا کجا؟ فکر کردم عوضی میبینم. هیچ فکر نمیکردی یه روز اینجا منو ببینی؟ نه. خب بگو ببینم اینجا چی کار میکنی؟ تنها اومدی؟ نه، با بچه ها هستم. کجا؟ بیرون وایستادم. احمد جون خیلی خوشحال شدم، باید ببرم تو خونه. یه دقیقه وایستا، من دستامو بشورم. انشالله بتونی این بار افتادم رو بلند کنی. به امید خدا برات یه کاری میکنم. همین جایی که خودت هستی؟ آره. چه کاری میتونم بکنم؟ میری از گاراژا اون چیزایی که میگم میخری میاری. هم باشه، این که کاری نداره. معلومه. حالا انشالله صاحب کارتم قبول کنه. با این که حسین آقا آدم بد دلقیه، فکر نمی کنم روی من زمین بده. فقط اینو بدون که همه امیدم توی کمکم کن. راه دوری نمیره. امیدت به خدا باشه. به همین دلیل من فرمان دارم دو نفر از ورزیده ترین افسران رو برای دستگیری قاتل یا قاتلین به محل واقعه اعزام کنم. من این ماموریت رو به سرکار سرگرد فرید و سرکار سرگرد ثابت محول می کنم. سپاسگزارم قربان. خواهش می کنم بفرمایید. سرگرد فرید. قربان. با اعتقادی که به لیاقت و کاردانی شما دارم، امیدوارم در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کنید و فیصلش بدید. اطراف مشاوران، از اظهار محبت شما بی نهایت متشکرم. امیدوارم مثل همیشه خدمتگزار باشم. حکم شما آماده است و باید هر چه زودتر به محل ماموریت حرکت کنید. اطاعت میشه. اینطور که اداره تشخیص هویت نظر داده، گروه خون جبار سوادکوهی سرایدار مؤسسه شیلات با گروه خون به دست اومده از تارهای مو که در دست مقتول به جا مونده و به احتمال زیاد متعلق به قاتله تفاوت خیلی زیادی داره. جناب سرهنگ، من فکر میکردم که کار سرایدار بوده. برعکس، من مطمئن بودم که اون نمیتونست قاتل باشه. بله جناب سرهنگ.
حالا در مورد جبار چه دستوری میدید؟ بعد از هماهنگی با دادیار آزادش کنید، البته با قید ضمانت. بهتون که گفتم بعد از اون شب دیگه ازش خبری ندارم. فکر میکنه که اون کجا رفته؟ نمیدونم، ولی اون بیگناهه. پس برای همین فرار کرده؟ مجبور بود بره. چه مجبور بود؟ دوستانش کیا بودن؟ به اون شکل دوستی نداشت، ولی اینو میدونم که هر وقت فرصتی پیدا میکرد میرفت پیش آقای فاضلی. کی؟ آقای فاضلی. آقای فاضلی کیه؟ چی کار است؟ معلمه، کتاب فروشی هم داره. در چه رابطه‌ای با هم دوست بودن؟ احمد از آدمای تحصیل کرده و فهمیده خوشش می اومد. همیشه می گفت از مصاحبت با آقای فاضلی لذت می برم و چیز یاد می گیرم. هر دوشون از مشتریای من بودن. نظرتون در مورد احمد چیه؟ با شناختی که از احمد دارم نمیتونم باور کنم که مرتکب چنین جنایتی شده باشه. آقای فاضلی، هیچ چیزی غیر ممکن نیست. متاسفانه تمام شواهد حاکی از اینه که احمد قاتله. ممکنه، شایدم من اشتباه میکنم. از مرحوم اسکندری چی میدونی؟ همونطور که عرض کردم انسان پاک و با فضیلتی بودن. با اینکه تازه اومده بودن تو این شهر، ولی به چه خوبی برای خودشون کسب کرده بودن. آخرین باری که اونو دیدین کی بود؟ 3-4 روز قبل از مرگش بود. از کسی ناراحت و از چیزی متاثر نبودن؟ چرا؟ همیشه از محیط کارش ناراضی بود، و چون خودش آدم پاک و با ایمانی بود همیشه از اعمال همکاران نادرستش اظهار ناراحتی میکرد. خب یادت هست حدوداً چه ساعتی بود؟ حدود 7 و 8 شب بود. تو ورود احمد رو به ساختمون دیدی؟ نه قربان، اون وقت نبودم، رفته بودم سر خیابون سیگار بگیرم. اون وقت شب لازم بود حتما بری سیگار بخری؟ خب نه زیاد. خب ادامه بده. همین که وارد ساختمون شدم فریاد اسکندری رو شنیدم، دویدم تو اتاقش که دیدم کار از کار گذشته، آقای اسکندری کشته شده. قاتل هنوز اونجا بود؟ بله قربان، آخرین ضربه رو زد، داشت فرار میکرد که من رسیدم تو اتاق. وقتی تو رسیدی توی اتاق چی شد؟ تو چیکار کردی؟ درگیر شدیم، ولی فرار کرد. که فرار کرد. حالا خب هر بنایی را معماری است و هر جانی را خالقی. دنیا آینه است و نور خداوند در این آینه منعکس است. ما بزرگی مقام خداوند رو در این آینه میبینیم. بله، از عظمت هر ساخته هنری میتوان به عظمت وجود هنرمند و خالق آن پی برد. پس عظمت این دنیا نشانه عظمت خداوند است.
برای به سر منزل مقصود رسیدن عرفا راه‌های دور و درازی طی می‌کنند، کوشش و مجاهدت می‌کنند. زندگی هدیه خداونده و ما وظیفه داریم راه درست زندگی کردن رو بیاموزیم. پس ما باید پند بزرگان رو همیشه آویزه گوشمون قرار بدیم و به اون عمل کنیم، هرچند که این کار سخت و دشوار باشه. خداوند برای هدایت بشر پیامبران بسیاری فرستاده و بشر برای درست زندگی کردن فقط کافیه که به گفته های پیامبران خداوند عمل کنه و راه پیامبر ما از راه تمام پیامبران دیگه پیشرفته تره. با اینکه هیچ مدرکی علیه جبار نداریم، ولی من به اون مشکوکم. با این نظر مخالفم. دلیلش هم خیلی روشنه. اونم فرار احمدی. فرار اون ممکنه دلیل دیگه‌ای داشته باشه. مثلا چه دلیلی؟ راستی پیرمردی چیکار کردی؟ گفتم با قید ضمانت آزادش کنه. کار خوبی کردی. با جلب اعتمادش بتونیم اطلاعات خیلی زیادتری ازش بگیریم. خیلی سعی میکرد سر محمد بریم. میگفت یا رفته مشهد یا آبادان یا تهران. دوستانش کدوم؟ نمیدونست. ولی از قرار معلوم فقط یه دوست تو تهران داره. چیه؟ اسمش منافع. نشونیشو گرفته؟ بلد نبود. ولی من از بمخشاش گرفتم. از کار فنی سر در میاری؟ نه خیلی. یه مدت کمی تو مکانیکی کار کردم. یه چیزایی بلدم. چون مناف معرفی کرده حرفی ندارم. قربونشون. ولی باید یه مدت اینجا آزمایشی کار بکنی ببینیم چند مرده حلاجی. خدا عمرتون بده. اگه استعداد داشته باشی میمونی و اگه دیدم این کار نیستی، ما رو به خیر و تو رو به سلامت. باشه، هر طور که شما بفرمایید. اینم بهت بگم، گفتی اسمت چیه؟ احمد. آها، احمد. ببین احمد، یه چیزی میخوام بهت بگم که همیشه یادت باشه. من از کارگر مرتب و منظم خوشم میاد. حتما اینو مناف بهت گفته. بله، گفتن. خب، اگه گفته که ما دیگه حرفی نداریم. احمد من پیش شما رو سفید میکنه حسین آقا. بابا تموم شد؟ آره بابا جون. آره برو سوار شو بیار. چش. لباسای زنونه و چگونه، پسرونه، دخترونه، حراجه،
جورابا و کاپشنای خارجکی، لباسای عروسی، لباسای مهمونی، لباسای مدرسه داره. آی لباسای زنانه بد چگونه حراجه؟ خسته نباشی. خیلی ممنون. این شبه کاروارت که خوب شد میای تو شهر یه خونه بهتر میگی. با امید خدا. برای وسایل خونم فکرشو نکن. یه چیزایی دارم بهت میدم. سلام آقا بهادر. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ بد نیستم، خیلی ممنون. کی اومدی؟ خیلی وقته. تشریف بیارین تو، بفرمایید. میخوام برم. نه، عجله دارم. خب کجا بودین؟ چه خبر؟ از احمد نامه اومده. از احمد؟ بله. پدر جان، دو ماه و چند روز است که به تهران آمده ایم. همانطور که میدانید پیش مناف مشغول کار شدم. با مواجبی که از بابت کار میگیرم خرج زندگیم تأمین میشود. عرفان تمام مدت به یاد شماست، همانطور که ما به یاد شما هستیم. پدر جان، میدانم چه روزهای سختی را سپری میکنیم، ولی چه باید کرد؟ به هر حال از این پیش آمد بی نهایت ناراحتم. نمیدانم گناه از کیست. با اینکه در این تاریکی ها امیدی نمیبینم، ولی وقتی تنها هستم و با خدای خود راز و نیاز میکنم، به من الهام میشود که خداوند بی گناهان را یاری خواهد کرد و همین الهام است که مرا به زندگی امیدوار میسازد. پدر جان، سر نماز دعایم کن و از خدا بخواه که این بنده بی گناه را از این مهلکه نجات دهد. در اینجا نامه را تمام میکنم و شما را به خدا میسپارم. همگی دست بوس هستیم. به امید زیارت روی شما، احمد. سلام استارو. سلام ابو سلامت باشی. چه عجب از این برا؟ اومدم یه سلامی عرض بکنم. سلامت باشی. خوشحالم کردی. خیلی وقتی که نیدمه. آره به جون تو، خیلی گرفتار بودم. میدونم. خبرش به هم رسیده چی به سرت اومده؟ سر هیچ و پوچ. زندگیمون از هم پاشید. وقتی جریان از آقای فاضلی شنیدم جان عزیز خیلی ناراحت شد. تو رو خدا مردم چی میگن؟ شایعه زیاده. اونایی که احمد رو میشناسن گوششون به یه حرفو بدهکار نیست. اونایی هم که بخل و کینه دارن بذار بگم، از دهن سگ دریا نجس نمیشه. بوس فاروق، آبروی چندین سالم از بین رفت، دیگه چطور میتونیم آب رفته رو به جوی برگردونیم؟ بالاخره خورشید زیر ابر نمیمونه. از قدیم گفتن سر بیگناه پای دار میره، ولی بالای دار نمیره. همه سنگینش من میبرم. آفرین پسر خوب. خب برو سوار شو. دیگه نمیخوای بهت کمک کنم؟ نه دیگه برو سوار شو. خوشحالم که با هم کار میکنیم. منم خوشحالم بابا جون. تو باید یواش یواش نانآور خانواده بشی. نانآور یعنی چی بابا؟ یعنی مرد خونه. چه خوب، دارم یواش یواش نانآور خانواده میشم. درسته که الان خیلی کوچیکی،
ولی اگه یه روزی من نبودم باید بتونی به مادرت کمک کنی و چرخ زندگی رو بگرد. سلام. 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 خسته نباشی. سلامت باشی. خب ببینم چیا خریدین. والا چند تا میلنگ و چند تا پیستون و 8 تا شاتون، 3 تا پوسته دیفرنسیال با 10 تا دینار رو هم خریدم 1500 تومان. دیناماش خوبه، تمیزه. راست میگی؟ خب دیگه ظاهر و باطن. خوبم خریدی. خوب چیزای خریدی. داری یواش یواش راه میفتی. خوشحالم آقا مناف. سلام. شما چی هستین؟ اینجا چی کار میکنین؟ ما اومدیم اینجا زندگی میکنیم. با اجازه چی؟ خب فکر کردیم این خرابه اجازه لازم نداره. یعنی چی؟ من میخوام این خونه ها رو خراب کنم. اینا کم بودن، شما اومدین اضافه شدین؟ ما جایی رو نداشتیم آقا، خب ناچار شدیم. مردت کجاست؟ تازه از سر کار اومده، داره دستشو میشوره. چی اومده؟ اگه کار تموم شده بیا دم در. الان میام. من حرفی ندارم. تا آپارتمان سازی رو شروع نکردم اینجا بشینیم، ولی باید کرایه بدیم. چشم آقا، ولی شوهرم تازه کار پیدا کردی، دستمونم خالیه، اما خاطر جمع باشین کرایتونو میدیم. سلام علیکم. سلام. این آقا صابخونه هستن، میگن نباید ما بدون اجازه میومدیم اینجا، حالا که اومدیم باید اجارهشو بدیم. اجارهش چنده؟ ماهی 200 تومن، یه ماه هم باید پیش بدیم که اگه خونه رو خراب کردین بابت خسارت بردارم. آقا این پول یه کمی برای من سنگینه. همینی که هست، اگه میخوای اینجا بمونی که کرایش همینه، اگه میتونی بدی بده، نمیتونی زودتر از اینجا برو. باشه، حرفی ندارم، ولی بعد یه چند روزی بهم فرصت بدین. خیلی خوب، یه هفته بهت فرصت میدم. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ یه هفته کمه، نمیتونم تهیه کنم. اگه نمیتونی بهتره که خالیش کنی. دو هفته به هم فرصت بدی. اگه شده جلو پلاسمونو بفروشیم پول شما رو میدی. مثل این که حالیتون نیست چی گفتم، فقط یه هفته. ما حالیمونه، شما حالیت نیست که فکر میکنی ما اسکناس چاپ میکنیم. مرتی که یه احمق درست حرف بزن، اینجا تهرانه. مرتی که توی جهده کنه بلی نیست رو برای پا برای بهت نشون میدم. نامردی اگه نشون ندی خونه رو سرت خراب میکنم. برای توی کارت اقلا کن آرانه میدوند. منو میزنی آره میکشم آره میبینی خونه رو سرت خراب میکنم. دیدونه چرا این کارو کردی؟ خودت دیدی که اون شروع کرد. خب تو نباید جواب میدادی. وسط دعوا که نون و حلوا خیر نمی کنن. اگه بره پلیس بیاره چی کار میکنی؟ تا یارو کاری دستم نداده باید از اینجا برم. اگه اومد در خونه چی بگم؟ بگو شوهرم رفت مسافرت، نمیدونی کی میاد. کیه؟ ما که کسی رو اینجا نداریم. کی میتونه باشه؟ خود کنه صابخونه نباشه. سلام. بگو شوهرت بیاد بیرون. نیستش، رفت. دروغ نگو، برو بگو بیاد بیرون، باید تو خونه باشه. اون تو خونه است، پدرشو در بیاد. خدا راست میگه. برو صداش کن، برو.
که حرفمو باور نمی‌کنین بیاین خونه رو بگردین. باشه بیارین تو. بیا سرکار. تاهر. خیال کردین بلتون میکنم بلایی سرتون بیارم که سگای کوچه به حالتون گریه کنن. حالا میبینین. خیلی خوش اومدم اتون. خوب وایستادید جلو. نمیخواستم اینطور بشه. تقصیر خودت بود. نه خیلی خوب کاری کردی. تو بمیری همه این بچه اونجا هستن ازش دل خونی دارن ولی ازش خیلی میترسن. چی کار کنن بیچاره ها؟ میترسن جلو تلاششون رو بریزه تو کوچه. اینجور آدم ها مظلوم که گیر بیارن هر کاری دلشون بخواد میکنن. چند تا رینگ خوب میخوام. جانگی خان چند تا رینگ اسپورت دارم ولی به درد شما نمیخوره. تا فردا سعی میکنم چند تا خوبش رو براتون تهیه کنم انشالله. خیلی ممنون. سلام آقا مناف. سلام احمد آقای گل. خسته نباشی. خوب وقتی رسیدی ها. چی شده؟ برات یه خبر خوش دارم احمد جون. سلام. جهانگیر خان میگه یه خونه برات سراغ داره. جهانگیر خان خودت بهش بگو. همونطور که آقا مناف برای ما عزیزه، دوستاش هم برای ما عزیزن. قربون شما، بزرگیتون رو میرسونه. احمد آقا، خالم چند ماه پیش عمرشو داد به شما. خونه و وسائل شما دست نزدید. بیا ببین، اگه خوشت اومد میتونی اونجا بمونی تا وقتی که خونه بگیری. آقا جهانگیر، در بند خوب و بدش نیستم، هر چی باشه میخوام. باشم، هر وقت خواستی بیا ببین. خونه نیست. دیروز که گفتم رفته مسافرت. برو کنار. چرا؟ بیای تو. آخه چی شده؟ بندازینش بیرون. چرا؟ چرا ما رو خراب کنن؟ یالا معطل نشی. تمام اعصاب کشو بریزین بیرون. هر چی داره بریزین بیرون. زود باشه. بچه‌ها دعا کنید. ما چه کاری نکردیم؟ مردم شما چه کاری کردید؟ ببینید چه کار دارید می‌کنید. حرف نباشه. بیا 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 خدا این چه خراب نکنی.